استثنایی و مصممن که جمهوری اسلامی به سلاح هسته‌ای دست پیدا نکنه. جیسون براتسکی، مدیر سیاست اتحاد علیه ایران هسته‌ای از نیویورک با ماست. آقای براتسکی، خیلی ها دارن حرف از این میزنن که مذاکرات به بنبست کامل رسیده. حتی آقای مالی هم که بسیاری میگفتن کم و بیش با ایران ملایم و نرم برخورد کرده، به نظر میاد که کلافه هست. همین کمی پیشتر سخنگوی وزارت خارجه آمریکا به همکارم سمیرا قرایی گفت که فعلا مذاکره دیگری فعلا در تقویم دولت آمریکا وجود نداره. فکر میکنید بازی به پایان رسیده و مذاکرات تمام شده؟ It's great to be with you, Farhad. خیلی خوبه که من با شما هستم، فرداد. اون چیزی که من الان می‌بینیم در واقع نتیجه سیاست‌هایی هست که بدون سیاستی هست که در واقع بتونن با جمهوری اسلامی بدون هیچ گونه فشاری صحبت بکنن، و این در واقع این وضعیت که ما الان می‌بینیم نتیجه این سیاستی هست که مبتنی بر این وضعیت بوده، و می‌دونیم که در حال حاضر وضعیت به جای رسیده که این در واقع توافق 2016 مرده، ولی خب هنوز کاملا دفن نشده و این وضعیت ادامه خواهد داشت، مگر اینکه ایالات متحده و اروپا یک راه حل دیگه رو بتونن ارائه بدن. که بشه متصور شد یا ایالات متحده یا ایران از سر مواضعشون پایین میان. من چیزی رو نمی‌بینم که من فکر نمی‌کنم که ایالات متحده وضعیتش رو تغییر بده یا موازنه‌اش رو تغییر بده. اینا میخوان که برگردن به معامله و اینا نمیخوان برگردن، ایران نمیخواد برگرده، و اینا در واقع مرتب دارن درخواست میکنن که یک سری امتیازایی رو بدن به اینا، ولی خب نمیخوان اینها هم این امتیازها رو بدن، و همچنین مرتب دارن میگن که زمان داره به پایان میرسه که بتونن به این پیمان برگردن، و هر چقدر که ما به در واقع آخر این خط نزدیک میشیم، به نظر میرسه که در واقع این پروسه خیلی آهسته تر میشه. میدونم که در سیاست پیش بینی دشوار هست، اما هفته آینده تقریبا آقای بایدن عازم منطقه خواهد بود، با مقامات اسرائیلی و سعودی دیدار خواهد کرد که بسیار نگران هستند در مورد برنامه هسته ایران. فکر میکنید که سعودی ها و اسرائیلی ها به دولت بایدن چه خواهند گفت؟ من فکر میکنم که کشورهای عربی و اسرائیل میخوان از ایالات متحده اینو بشنون که یک چیز تغییر کرده باشه، نمیخوان اینها چیزای قبلی رو دوباره بشنون که در واقع منتظر این هستند که ایران بیاد و همه چیز رو قبول بکنه. تصمیم ایران در واقع در حال حاضر اینه که هیچ تصمیمی نگیره، و اینها در واقع تلاش هستن که بتونن و مایل هستن که بتونن این حملاتی رو که ایران انجام میده و اون دست‌اندازی‌ها رو که ایران انجام میده اونها رو بتونن کنترل بکنن، و میخوان که این رو از ریاست جمهوری بشنون که این در واقع آمریکا تمایل داره به این کار. آقای براتسکی، برای سالها شنیدیم که اینجا در غرب، در اسرائیل، بسیاری کشورهای دیگر در منطقه میگفتن که هسته‌ای شدن ایران خط قرمز ماست. به یاد دارید آقای نتانیاهو در مجمع عمومی سازمان ملل یک شمایلی از یک بمب نشان داد و گفتش که دیگه ایران رسیده به اون خط آخر که بمب بسازه. الان به نظر میرسه که از اون خط قرمز هم مدت هاست که عبور کرده. یک گزینه‌ای که به نظر میاد ممکنه وجود داشته باشه و بعضی حتی اینجا در آمریکا هم به نظر میان که زمزمه‌هاش رو دارن مطرح میکنن، این هست که یک ایران با توان ساخت بمب هسته‌ای رو بپذیرن. چقدر فکر میکنید چنین چیزی ممکن هست که غرب و اسرائیل بپذیره که ایران جمهوری اسلامی دارای سلاح هسته‌ای بشه؟ I think it would be extremely dangerous. من فکر می‌کنم خیلی خطرناک خواهد بود که اگه همچین چیزی اتفاق بیفته. من فکر نمی‌کنم که ایالات متحده همچین چیزی رو بپذیره. حالا اسرائیلی‌ها دیگه بدتر. من فکر نمی‌کنم که اینها بتونن این رو قبول بکنن، چرا که در واقع این یک تهدید موجودیت خواهد بود برای اسرائیل و تهدید جدی خواهد بود، و من فکر نمی‌کنم که اینها بتونن این رو قبول بکنن و این تهدید رو بتونن قبول بکنن در همسایگیشون، و فکر نمی‌کنم که به سمت این ایده برن. من فکر می‌کنم که اینها میخوان که یک
یک در واقع معامله بهتری رو با ایرانی ها داشته باشن ایالات متحده و به همین دلیل فکر نمی کنم که اینها بتونن به اون در واقع وضعیت قبلی برگردن. من فکر نمی کنم که اینها این چارچوب زمانی رو که در 2013 بر بنیان گذاشتن، فکر نکنم که بتونن به اون چارچوب زمانی قبلی برگردن و در نهایت اینها باید فشار بیشتری روی ایران بذارن و در واقع اروپایی ها هم باید در این زمینه بسیار همکاری بکنن و باید در واقع یک سری سانکشن های خیلی بیشتری روی ایران بذارن. ممنونم از شما. جیسون برادسکی، مدیر سیاست اتحاد علیه ایران هسته‌ای از نیویورک با ما.